مراد اگه با داداش کار داری خونه نیستن. دیشب نصف شبی با عجله از خونه رفتن بیرون. حتما یه ردی از اون عوضی پیدا کردن. جوابم نمیدن، دارم دیوونه میشم. بچه ها بیدار شدن؟ آره بیدار شدن. فاتح داره صبونه درست میکنه. خیلی خوب، اونو نباید بشنون. چیو نشنون؟ در واقع خبر خوبیه، بچه آبجی آسیه به دنیا اومد. زایمان کرده؟ ولی آخه زود نیست؟ زایمان زود رس بوده، ولی خدا رو شکر هر دوشون خوبن. با علی حرف زدم برای معاینه بردنشون بیمارستان. شما مراقب بچه ها باشین. باشه، انشالله همشون آزاد میشن. انشالله امشب همشون تو خونه هاشون. آمین. بچه به دنیا اومد؟ بیا تو صبونه بخور. نه من باید برم کار دارم. باشه پس به کارت برس. باشه میبینمه. خدافظ. بچه به دنیا اومد. فاتح زنده داشت. آسیه مصطفی ببین بابات اومده. در مورد دخترها خبری هست؟ نه داداش، اما چی؟ آسیا خانم زایمان کرده، الان بردنش بیمارستان. مصطفی اینا خبر دارن؟ اونا هم بیمارستان هم داداش. بسیار خوب، زیر سایه پدر و مادرش بزرگ بشه، خدا براشون حفظش کنه. وداد چی کار میکنه؟ هیچی، یک کلمه هم حرف نزده، غذا هم نمیخوره، همینجوری نشسته. علی تو رو خدا یه کاری کن برم آسیام رو ببینم. میخوام واسه اولین بار پسرم رو بو کنم، بعدش هم اگه خواستی منو بکش. هم دوری ببینم چی کار میکنی. یا باشه شیر پسر، باشه آرومم. بذار یه چند دقیقه زن و بچهشو ببینه. خیلی آقایی. بودو برو پسرتو ببین، زود باش. جدی میگی؟ بیا دیگه. دمت گرم داداش. مصطفی ببین پسرم، بابات اومده. ستون قلب و خونم اومده، اونم خوش اومده، تو هم خوش اومدی. نفس خیلی کمکم کرد، نمیدونم اگه اون نبود چی کار میکردم. پسرم، نور چشمم، قربونت برم. هر دوتاتون حالتون خوبه؟ دکتر چیزی نگفت؟ خوبیم خدا رو شکر. با این که زایمان زودتر از موعد کردم هر دوتامون خوبیم. ماشاءالله. تو چطوری؟ ناقص. تو که نباشی همه چی ناقصه. ببین الان همه چی ناقصترم میشه. علی
من الان دادگاهم، درخواست اعتراض به حکم بازداشت رو دادم، نهایتاً تا شب آزاد میشن. چی میگی؟ چی میگه؟ شما بیمارستانین، آبجی آسی حالش چطوره؟ بچه چطوره؟ خوبن، همشون خوبن. باشه من بعدم بهت زنگ میزنم. فعلا. هم دوره چی میگفت؟ زود باش بگو دیگه. درخواست اعتراض به حکم بازداشت رو داده. میگه ان شاءالله تا شب آزاد میشن. جدی میگی پسر؟ آره بابا، هم دوره جدی میگم. چشمت روشن زن داداش. ممنون علی. اسما الان دادگاهه، برای اعتراض به حکم بازداشت درخواست داده. خب گفت برای شب ایشالله همه خونه خودشونه. بگو به خدا. آره داداشون، قسم بخور. داداش گفتم انشالله، دیگه چی بگم؟ ایشالله که اینطور میشه. جلوی بچه داد نزن. وای وای وای. منم میخوام برادرزادم رو ببینم، اجازه هست؟ بیا شیر پسر، بیا بگیرش. آخ عمو قربونت بره عزیز دلم. ایشالا قسمت تو هم بشه، ایشالا تو هم صاحب بچه دوم بشی. آمین داداش. چشمت روشن زن داداش، چشممون روشن. آه شازده عمو، کی بچه رو میبینیم؟ من داداش شدم، باله من آبجی. داداش هم به دنیا اومد؟ آره به دنیا اومد، بیا ببینم، ایشالا به زودی میبینیمش. قربونت برم. مامان چشممون روشن، زن داداش آسیه زایمان کرده. زایمان کرده؟ ای وای. راستش داداش علی هم گفت زن داداش نفس بچه رو به دنیا آورده. میدونید که شمام دارین خوشحالی میکنین؟ اولین نوه پسر یه خانواده تو زندان به دنیا اومده. شمام همه چیزو فراموش کردین؟ دارین خوشحالی میکنین که بچه به دنیا اومده؟ چرا الان خونه نیست؟ چرا ما پیشش نبودی؟ چرا تو بیمارستان به دنیا نیومد؟ بین اون همه مجرم تو زندان به دنیا اومده؟ مامان جون یه بارم که شده لطفاً هیچی نگو، میگیم نوت به دنیا اومده. مامان مامان خدا رو شکر کن، حداقل بگو چشممون روشن. ولی تو این کارم نمی کنی به خدا. ببین نتونستن نوامو بدن بهم بغلش کنم. چرا وقتی واقعیت رو میگم عصبانی میشین؟ وقتی چیزی که همه میدونن و نمیگن و میگم من گناهکار میشم؟ آره آره، به غیر از من همه معصوم و بیگناهن، هیچ تقصیری ندارن. خدای من تو به همون صبر بده پروردگارم. زود باشین صبونتون رو بخورین که کلی کار داریم. اول باید شما رو برسونم مدرسه. نه ببین منو، کتاب و دفتر و کیفت خونه بابا عثمانه. آره ای وای، باید بریم اونا رو هم برداریم، کلی کار داریم به خدا. یالا زود باشین. داداشم شب خونه خودتونن، خیالت راحت. شب پیش همیما، قربونت برم. آبجی آسیه. اسما چی شد؟ دادگاه نامه رو نوشته، به زندانم اطلاع داده، یعنی کاراشون دیگه تمومه، امشب میان خونه. آسیه، آسیه مراقب خودتون باشین. قربونت برم، پسرم رو به تو میسپارم، تو رو به اون، هر دو تاتون رو به خدا میسپارم. شب کنار هم میخوابیم. پسرم فرزندم، عروسم تو زندان زایمان کرده، قنداق و پوشک و اینا برای بچه گذاشتم توی ساک. خانم محترم اینجوری نمیشه، نمیشه که هر کی یه چیزی میاره بذاریم بره تو. وسایل بچه هست، لازم میشه. قدغنه. پسرم حداقل نوامو میدیدم. خب بیا عروستم اومد، چیزی نیست. آسیه
آبجی جون. آبجی حالتون خوبه؟ نه چیزیتون که نیست. خدا رو شکر خوبی، به لطف تو. این چه حرفی آبجی جون؟ استغفر الله. بیا آبجی آسیه، بیا ببین چی کار کردیم. الان که دلت نمیاد بچه رو بذاریش زمین، ولی هر موقع خسته شدی بذاریش توی. مادر که خسته نمیشه، مگه نه؟ بار نیست که آدمو خسته کنه. میشه من بغلش کنم؟ البته. بسم الله الرحمن الرحیم. بوی فرشته ها رو میدی، خیلی خوشگلی، ماشالله. خدا تو رو هم از همه بدی ها حفظ کنه انشالله. آمین. اسمشو چی میذارین؟ نمیدونم. خب راستش مصطفی تو بیمارستان گفت اسمو به حکم اعتراض کرده، اینجوری دیگه، گفت عصر آزاد میشی. واقعا؟ زیاد خوشحال نشیم، یعنی اگه عصر آزاد شدیم خوشحالی بکنیم. یعنی میگه خوشحالی نکنیم؟ نکنه بخوره تو ذوقمون. آره. خب اینو ببین چه خوشگلی. نمیدونیم عصر آزاد میشیم یا نه. اگه آزاد بشیم به حرمت این فرشته است که آزاد میشیم. تو هم اینقدر پیش بابا موندی از حرفای اون یاد گرفتی؟ یه لحظه فکر کردم بابام حرف میزنه. من خیلی چیزا از اون یاد گرفتم. آبجی کی بهش شیر دادی؟ وای سب کن، الان بهش شیر میدم. بگو یانگاز. به بچه ها صبحونه دادیم، بعدش هم رسوندمشون مدرسه. فاتح هم امروز اونجا کشیک میده. ممنون شیر پسر. خواهش میکنم داداش، کاری نکردم. باشه پس منم دارم میام. بیا بیا. باشه میبینمت. شب همه با هم خونه ایم تاهه. انشالله انشالله داداش. داداش میگم این داداش فکرت چیکار کرد؟ زشت زنگ نزنیم ما. چرا زشت باشه؟ زنگ بزن زود باش. بفرما پسرم. سلام داداش، یه عرضی داشتم، میخواستم ببینم خبری شده؟ ردی پیدا کردین؟ فعلا که نه، ولی پیداش میکنیم. از دخترها خبری هست؟ راستش هست، حتی یه خبر نه دو تا خبر داریم. خیر باشه. پسر داداش مصطفی به دنیا اومد، نفس اینام تا شب آزاد میشن، یعنی دادگاهی بدون بازداشت. ببینیم چی میشه. ماشاءالله ماشاءالله. زیر سایه پدر و مادرش بزرگ بشه ایشالله. آمین داداش آمین. آمین. اگه خبری در مورد وداد شد به زنگ میزنم. ممنونم داداش. ما منتظریم حکم دادگاه صادر بشه، یعنی دادگاه ادامه خواهد داشت. دیگه امیدمون به شماست داداش. باشه پسرم، خبر خوبی به من دادی، همیشه خوش خبر باشی ایشالله. ممنونم داداش، سلامت باشی. فعلا. غذا میخوری؟ بچه ها میگفتن هیچی نمیخوری. خیلی خوشحالم که اشتهات باز شده.
بابای عزیزم اومده. به خاطر تو یه بچه بی گناه و معصوم تو زندان به دنیا اومده. آسیه زایمان کرد، انشالله زیر سایه پدر و مادرش باشه. امیدوارم اسمشو ودات بذارن. نمیشنوی چی میگم؟ به خاطر تو یه بچه بی گناه و معصوم تو زندان به دنیا اومد. شنیدم. من کجا به دنیا اومدم؟ اون کسی که فکر میکردم مامانمه مامانم نبوده، اون کسی که فکر میکردم بابامه بابام نبوده. حس عجیبیه، واقعا عجیبه. من الان چی کار کنم؟ دستتو ببوسم و بذارم رو پیشونیم، بغلت کنم، بگم بابا جون این همه مدت کجا بودی؟ گریه کنم؟ راستشو بخوای یه بار بزرگ از رو دوشم برداشته شد نسبت به کسی که منو از آشغال دونی نجات داده بود، بزرگم کرده بود و برای من هر کاری کرده بود. احساس دین میکردم، میگفتم همه داشته هام و مدیون اون هستم. نگو اون یه نفر فقط یه بیچاره بود که سعی داشت با این کارا وجدانشو آروم کنه. همین در اصل حق با توه، تقصیر منه که تو اینجوری شدی. مگه من چمه؟ خب چت نیست. فهمیدم. ودات آدم بدیه. مگه نه؟ کی این حرفو میزنه؟ یه مرد که یه زن حامله رو ول کرده و فرار کرده و افتاده دنبال یه زن دیگه که با عشقش فرار کرده و اونا رو به قتل رسونده. یه مرد که به خاطر عذاب وجدانش خواب چشمش نمیاد. ببخشید بابا جون، ولی تو اونجوری که مردم فکر میکنن آدم خوبی نیستی. تو فقط کسی هستی که سعی داره وجدانش رو آروم کنه. به کاللیا کمک میکنی، منو از آشغال دونی نجات دادی. همه مدیونت هستن، همه شیفته اخلاقت هستن. چقدر آدم سخاوتمندی هستی، چقدر خوبی، چقدر بزرگواری. ولی هیچ کس متوجه نیست. در اصل همه این کارات برای اینه که بتونی 8 ساعت پشت سر هم مثل بچه ها بخوابی. ولی لازم نیست انقدر خودتو خسته کنی بابا جون. قرص خواب هست، میخوری، تا 10 ساعت تزمینی میخوابی. تو با این قرصا میخوابی؟ من هیچ وقت مشکل خواب نداشتم. خب چقدر دیگه اینجا نگه هم میداری؟ دخترها تا وقت دادگاه آزاد میشن، به احتمال زیاد امروز آزادشون میکنن، ولی پرونده هنوز ادامه داره. خب تو میری شکایتتو پس میگیری،
در مورد اون فیلمام بگو خیلی مست بودم و بعدش دخترم منو جا به جا کردن. یعنی بگو دروغ گفتم. ازم میخوای اینو بگم؟ اون وقت چرا؟ چون من اینجوری میخوام. فهمیدم. پس منم یه چیزایی میخوام. چی میخوای؟ مثلا یه توپ فوتبال، یه دوچرخه، وسایل موسیقی، یکم پول تی جی بی برای مسافرت خارج از کشور، سویچ ماشینت. ولی برای بعضی چیزا خیلی دیر شده، مگه نه بابا جون؟ زندگیه دیگه. برای بعضی چیزا دیگه خیلی دیره. نمیتونی زمانو به عقب برگردونی. پس بهتره به اینجا عادت کنی پسرم. همیشه این کارو میکنی پسرم. اسلحه میکشی شلیک نمیکنی، چاقو میکشی نمیبری. حالا که حمله کردی چرا نصفه میذاری؟ میدونی باید چی کار کنی؟ ها؟ اخ، یکم دیگه فشار بده، فشار بده، فشار بده. اینجوری باید دستتو سریع بکشی. زود باش پسرم، همش همینه. زود باش. وقتی خیلی بچه بودم گلوی بابامو بریدم. نگو اون یارو بابام نبود. نظر چیه بابای عزیزم؟ رو دفتر گناهانم با حروف طلایی بنویسم قاتل باباش، قاتل بابای واقعیش. آره چرا این کارو نمی کنی؟ نکنه می ترسی خوابت بپره؟ ها؟ ها؟ اصلا فکر نمی کنم. خب بابا جون، پدر و پسر با هم دیگه بریم پیکنیک، یکم با هم حرف میزنیم در مورد فوتبال و اینجور چیزا حرف بزنیم، و شایدم در مورد زنا. موضوع بحثو تو انتخاب کن. آروم باشین آقایون، آروم. خب به آدمات بگو ماشینو هر جایی که قایم کردن همین الان بیارنش. اینو دیگه از کجا آوردی که ماشینو قایم کردیم؟ معلومه که قایم کردیم. به هوش و ذکاوتم توهین نکن. پلیس وقتی نتونه ماشینمو پیدا کنه فکر میکنه فرار کردم. ماشینمو بیارین. تو را بیافت، ماشینمو بیار. سلام علیکم.
فعلا خبری نیست. زود باش، بیا برو پیش دوستت. برو برو. خب آقایون، خشاباتونو ببینم، بیارینشون بیرون. یالا ببینم کدوم یکیتون دورتر پرتش میکنیم. آفرین. خب یه بازی کوچیک با هم انجام میدیم. از سمت چپ اسلحتون رو رو سر بغل دستیتون نگه دارین. زود باشین، زود باشین، عجله کنین. خوبه. میدونین دیگه چی؟ یهو شیطان خشابو پر میکنه. ماشه رو بکشین. آفرین. بریم. خب الان میخوای چی کار کنی؟ خب الان سورپرایزشو خراب میکنی داداش. خدا حافظ بابا جون. صبر کنین، من تو عمرم هیچ کس دیگه ای رو ندیدم که اینجوری با سرعت و ذوق و شوق به سمت بالا حرکت کنه. خب الان همه جلو در زندان، برین مدرسه رو محاصره کنین. نذارین به ایگید نزدیک بشه. ببینم اون میخواد چی کار کنه. یالا. انشالله زیر سایه پدر مادرش بزرگ بشه. مراقب خودت باش. تو هم همینطور. حقتو حلال کن. اگه حقی باشه حلالتون کردم. در اصل شما حلالمون کنید. حلالتون باشه. خدافظ عزیزم. به سلامت. خیلی ممنونم. هیچ وقت منو فراموش نکنین باشه. من ازت متشکرم. خدا ازت راضی باشه. مگه من چی کار کردم نفس؟ خیلی کارا. یالا زود باشین، نمیتونیم یه ساعت منتظرتون ببونیم. مراقب خودت باش. انشاءالله زود آزاد بشی. ممنونم. برین دیگه. خب خدا. انشالله زودی آزاد بشیم. آمین. 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 آمین.
نفسم جانم تو هی. هیچ، فقط دوست دارم اسم تو به زبون بیارم ببینم خوبی؟ اگه الانو میگی باید بگم تو عمرم انقدر خوب نبودم. دخترم، نظرم، مرجان، حالتون خوبه؟ آره خوبیم بابا، خوبی. یکم برو کنار مرد، بذار من هم بغلشون کنم. باشه. خوبی دخترای خوشگلم، مادر فدا تو بشه. چطوری؟ چیزی تو نشده؟ آره ماما. پسرم آسیام، خدا رو شکر این روزا رو هم دیدیم. زنده داش، چشمت روشن. این خوشتیپو بیار ببینیم. ببینمش. عین منه به خدا. میشی ببینیم بابا، کجاش عین توه؟ ایشالله که قدمش خیره. آمین. خیلی خوب، زود باشیم بریم اینجا وای نستین، شب ضیافت داریم. افتخار پسرم. دی جان ماشالله. آسیه چشمت روش. خیلی ممنونم آبجی ترکا. ایشالله خدا حفظش کنه. تبریک باشه داداش مصطفی، زیر سایه پدر و مادر بزرگ. ممنون داش جمیل، ممنون. تو هم چشت روشن. بیاین بریم. آروم آروم تر، قربونش برم. خیلی خوب آروم. شما میرین مدرسه؟ آره باشه، برین دیرتون نشه. بی عزیزم اینجا پله است، مراقب باش. وای نوام اومده، بدش به من ببینم. مامان زود باش بریم تو اونجا ببینش. زود باشی مامان جون، صبر کن میبینیش دیگه، اینجا سرده، بریم تو ببینم. خوشت میاد؟ از چی؟ خوشت نیومد یه جای دیگر رو نگاه میکنم. طاهر از چی خوشم میاد؟ یکم صبر داشته باش، ایگیتو بردارم، نظر اونم مهمه. من فقط تو عکس دیدم، باید از نزدیکم ببینیم. طاهر نمیخوای بگی؟ یکم صبر داشته باش. الو؟ بفرما داداش. طاهر داداش ما یه نیم ساعت دیگه میاییم، میتونیم نگاش کنیم؟ البته داداش حتماً. این چه حرفیه، من الان راه میافتم اونجا، منتظرتون هستیم. دمت گرم، سلامت باشین.